فیروزالدین فیروز وزیر استحکامه کشور امروز در کنفرانس خبری در کابل ابراز داشت که پروسه اداری در افغانستان بسیار مسخره است و تا کنون پول تعیین شده برای مبارزه با ویروس کرونا در کشور به حساب این وزارت انتقال نیافته است. وزیر استحکامه همچنان ابراز داشت که اگر پروسه انتقال پول برای رسیدگی به مشکلات ناشی از ویروس کرونا در کشور بیشتر از این به طول انجامد، جامعه طبی افغانستان با بوران خواهد رفت. همکارم گزارش می دهد. در حالی که ویروس خطرناک کرونا روز به روز از مردم کشور تلفات می گیرد، بودجه اختصاص یافته از سوی حکومت برای مبارزه با این ویروس هنوز در تدارکات است و تا فعلا به دسترس نهادهای سیاسی کشور قرار نگرفته است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه کشور امروز در یک کنفرانس خبری بوروکراسی در کشور را به تمسخر گرفت و ابراز داشت که دولت در رساندن بودجه لازم برای مقابله با این هیولای بزرگ ناکام و بی برنامه بوده است. که بوروکراسی ما سرعتش نسبت به سرعت انتشار مرض بطیست. بوروکراسی ما نسبت به سرعت وایرس آهسته است. یعنی باید بوروکراسی این اجراعات کار حکومتی باید نسبت به سرعت وایرس سریع باشه، اما نیست. وزیر صحت عامه کشور همچنان ابراز داشت که اکنون کمک های جامعه جهانی برای افغانستان در خصوص مبارزه با ویروس کرونا صرفا آگهی‌دهی و آموزش است و تا فعلا شرکای بین المللی افغانستان هیچ گونه کمک نقدی برای رفع این چالش بزرگ صحی در کشور انجام ندادند. جهان گفته کمک میکنه، ما هم با CDC آمریکا در ارتباط هستیم و هم با نهادهای بین المللی که با امراض ساری سر و کار دارن. ترنینگ از وایس که همون راهنمودان هم میتن تجارب شیر میکنن که از طریق ویدیو کال، از طریق ویدیو کنفرانس یا ادامه داره و دوام خواهد داشت. کمبود اکسیژن هم میبینیم که بسیار خوب است. پولیو فعلا از اولویت مانده با اینکه کرونا نسبت به پولیو به مراتب مهمتر و خطرناکتر است برای ما و شما. وزیر صحت عامه افغانستان ابراز داشت که اگر پروسه اداری انتقال پول به حساب وزارت صحت عامه بیشتر از این به طول بیانجامد، دردسرهای جامعه طبی کشور بیشتر از پیش افزایش خواهد یافت.